سلام دوستای گلم، وقتتون بخیر باشه. امروز با یه غذای خوشمزه و آسون اومدیم پیشتون. برای تهیه این غذای خوشمزه اول سیب زمینی های پوست گرفته شده رو قاچ میکنیم. سیب زمینی غنی از ویتامین ها و مواد معدنی مختلفه، همچنین سرشار از فیبر و پتاسیم. ترکیبات مغذی ذکر شده به کاهش فشار خون، محافظت از قلب و حتی درمان التهاب و بیماری هایی مثل روماتیسم و سرطان کمک میکنه. منیزیم و پتاسیم موجود در سیب زمینی میتونه برای سلامت استخوان ها مفید باشه و از پوکی استخوان پیشگیری کنه. سیب زمینی های قاچ شده رو همراه نمک و آب توی قابلمه روی اجاق میذاریم تا بپزه. توی این فاصله پیاز ها رو نگینی خرد میکنیم. پیاز سرشار از آنتی اکسیدان هاییه که با انواع التهاب ها مبارزه میکنن. اگه بدون پیاز چقدر خاصیت داره، حتما توی غذاهاتون ازش استفاده میکنید. آلیوم و آلیل دیسولفی دو ترکیب فیتوشیمیایی موجود در پیازن که خطر ابتلا به انواع سرطان رو کاهش میدن و قند خون رو تنظیم میکنن. بهبود خلق، حفظ سلامت پوست و مو، کاهش خطر ابتلا به چاقی از خواص دیگه پیازه. پیاز غنی از ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان هاست. پیاز رو میتونیم توی طیف وسیعی از غذاهای معمولیمون استفاده کنیم. حالا پیازهای نگینی شده رو توی یه ظرف میریزیم و کنار میذاریم و بعد سیرها رو رنده میکنیم. سیر خواص بسیار زیادی داره. سیر خام باعث کاهش فشار خون شده و با بیماری های قلبی مبارزه میکنه. همچنین سیر خام به کاهش و درمان مشکلات روده، بهبود زخم‌ها و همینطور کاهش گازهای معده و نفخ کمک میکنه. حالا سیرهای رنده شده رو توی یه ظرف دیگه کنار میذاریم و شروع به رنده کردن هویج میکنیم. هویج هم خواص بسیار زیادی داره، به ویژه برای سلامت چشم و پوست. هویج برای شادابی و جوانی پوست بسیار مفیده. هویج خام یا پخته فرقی نمیکنه. این ماده غذایی نارنجی رنگ لبریز از خواص زیادیه که مشکلات بینایی، کمخونی، اسهال و خیلی از مشکلات دیگر رو برطرف میکنه. هویج هر نوع ناراحتی معده رو تسکین میده و تقویت کننده سیستم ایمنی بدنه. بعد که هویج رو رنده کردیم، اون رو هم توی یه ظرف کنار میذاریم و پیازچه ها رو ریز خورد میکنیم. پیازچه به قدر جادویی و شگفت انگیزه که باورتون نمیشه. پیازچه سرشار از آنتی اکسیدان های فلاونوئیدیه که فواید زیادی داره، مثل مبارزه با سرطان، سلامت قلب، ضد التهاب، سمزدایی و سلامت پوست. پیازچه منبع خوبی از ترکیبات گوگردیه و از بروز عفونت های قارچی جلوگیری میکنه. مصرف پیازچه سبب بهبود و افزایش گردش خون و جذب بالاتر ویتامین B1 میشه. این امر باعث کاهش احساس خستگی و استرس در بدن میشه. بعد پیازچه های خرد شده رو هم توی یه ظرف دیگه کنار میذاریم. حالا پیازهای نگینی شده رو توی تابه تفت میدیم. کمی زردچوبه اضافه کرده و بعد هویج رنده شده رو هم همراه پیاز حدود 3 تا 4 دقیقه با شعله ملایم تفت میدیم. سیر رنده شده رو به پیاز و هویج اضافه میکنیم و با هم حدود 2 دقیقه تفت میدیم. بعد شعله رو خاموش میکنیم تا مواد تفت داده شده کمی سرد بشن و در همین حین سیب زمینی های پخته شده رو توی یه ظرف دیگه میریزیم و خوب له میکنیم. حالا فلفل سیاه، نمک و نعنه خشک شده رو اضافه میکنیم. بعد مواد تفت داده شده رو توی ظرف می‌ریزیم و مخلوط می‌کنیم. حالا پیازچه‌های خرد شده رو اضافه می‌کنیم و مجدداً مخلوط می‌کنیم. پنیر پارمزان یا موزارلا، هر کدوم رو که دوست داشتید می‌تونید اضافه کنید. برای کش اومدن بیشتر من هر دو نوع پنیر رو اضافه کردم. حالا به دلخواه به مواد شکل میدیم. سیب زمینی کلسترول نداره. این ماده غذایی حاوی فیبر و پتاسیم و ویتامین C و B6 که برای سلامتی قلب مفیده.
همچنین ها یه نوعی کوانزیمه که به افزایش سلامت مغز کمک میکنه. داد از تخم مرغ رو اونقدر هم میزنیم که از لختگی در بیاریم. بعد 4 قاشق آرد رو به تخم مرغ اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حالا بیکینگ پودر و 4 قاشق ماست رو هم اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. بعد سیب زمینی های شکل داده شده رو توی مواد میقلتونیم. عزیزای دلم، من به خاطر شما این کار رو جلوی دوربین انجام دادم، ولی شما بهتره که کنار تابه یکی یکی داخل مواد بغلتونید و بلافاصله سرخش کنید تا شکلشون رو از دست ندن. حالا که سرخ شدن، غذای خوشمزه‌مون آماده است و میتونید کنار سس‌های مورد علاقتون سروش کنید. نوشه جان، اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. Yeah.